سلام، به کانال من خیلی خوش اومدید. این ویدیو قسمت دوم ویدیوهای کنسرت گروه لیان و احسان عبدیپور در کاناداست، یا همون شب ترانه و داستان جنوب. ویدیو قبلی بیشتر حول محور گروه لیان بوده و تو این ویدیو سعی کردیم بیشتر به احسان عبدیپور داستانهاش بپردازیم. اگه ویدیو قبلی رو ندیدین، لینکش رو این بالا میذارم، حتما ببینید. جهان مزرعه کرتبندی شده است. تکه های جدا جدا اگر خوب سبز بشوند، یک دشت بزرگ سبز خواهیم داشت. زندگی در جغرافیای زمین یک شکل موزاییکی مجزاست. روی دیگر سکه یک پارچگی و جهان وطنی، فساد بزرگی از قدرت و اراده در خود نهان دارد. از قضا تکثر جغرافیایی تمنای کهن‌تری است در آدمیزاد. برای عاشقان حرف زدن از محله، روستا و شهری که توش زندگی میکنی، همین مقدمه بس است. آدم باید عشقش به سیاره زمین را به قطعات کوچکی تقسیم کند، طوری که بتواند بردارد و بردوش بکشدش. سهم من از عشق در تقسیمات ارضی جهان، شهر داغ دور کشیده ایست چسبیده به لبه بالای دریای پارس. محسن شریفیان نوشت: من و احسان هم دریا هستیم، با اختلاف چند کوچه. تجربه های ما از زندگی در یک شهر و یک محل شروع شد و تا همکاری در ساخت چند ویدیو کلیپ و موسیقی فیلم و برگزاری ایونت ادامه یافت. اغلب اوقات قبل از کنسرت‌ها چند تم داستانی کوتاه را از احسان قرض می‌گرفتم و بر روی صحنه تعریف می‌کردم. این بار اما خودش را، اصل جنس را، با شکل و زبان متفاوتش در کنسرت تجربه کردیم و چقدر دلچسب بود. ممنونم از آقای مهدی خواجه‌پور برای پیشنهاد و ساپورت این تجربه متفاوت در کانادا. پس میشه بگیره میشینه. اگه اینجا ایگاه فیل کنم شکارچی ها حالتر میشن. بشن گفت تو چه براز قشنگی هستی. آخ خیلی کار گنگیه. براز پرسید چی؟ بشن گفت شب به ما. من باید برم وسط کتفات از جلو سینت بزنم بیرون. براز گفت من دیگه جای سالم ندارم، ببخش. بچند گفت کاش یه چیزی تو هوا می اومد می خورد به منحرف رو می کرد و بعد هم را بغل کردم و مرمی رفت نشست سر جاش گوشه قلب اکبر. صدای یزده زنها و مردهای سیاور کرده جفره دور پیکر یک گراز دلفین ها را کشانده بود. بعد روز هی فاش می شد. من بسیار بار هر چی دستم بوده را گذاشتم، تنم هر جای زمین بوده، مغزم را برداشتم، بردم جفره وسط یزوه کلار خونه عبدالی گرداخ و شروع کردم تنگیدن. غم که سابق می نشاند و بارتم می کرد، حالا بلندم می کند، وحشی می کند. جا به جایی پرسپکتیو غم را عوض می کند. خانه ای با یک کنار بزرگ توی همه شهرهای ایران هست که بزرگترین غمهایتان در برابر غم جوان در خاک خفتش هیچ است، یک هیچ تمام عیار. غم آن خانه ها را پاچاق کنید. قبل کنسرت احسان عبدیپور گفته بود قبرستان بوشهر کوچک است. آدم ها بسیاریشان آخرای عمر داستان می شوند و از مرگ می گریزند. We'll be right back.
شو ای نه ناشو دیگه ناشو آن دیگه نمیشو ای نه ناشو کرده دیگه چی مونه بوی ره دیگه ری مونه بر بیدیگه شی مونه بروم ناشو آن دیگه نمیشو ای نه ناشو عشقمون از بکوره من به نوی کن بروره من چمنه دیگه چون بوره می ناشو دیگه نمیشو آی میخوام به شم تنگ دکو و دشمارو بودم و بو میلون جا مرزن کو وی ناشون دیگه نمیشون وی نه ناشون آی میخوام به شم تنگ دکو و دشمارو بودم و بو خیلون جا مرزن کو ناشون دیگه نمیشون نه ناشون آدم دیر رازهای جهان را میفهمد. آدم کلن دیر میفهمد. آدم نبردهای بزرگی میکند برای فتح هیچ، فتح باد. عشق کلن یک چیز دیگری است. چاپخونه روز و شبهای انتخابات حیات وحش بود. کاندیداها پا رو سر هم می‌گذاشتند تا چاپ عکس‌های با کت و شلوارهای به تنیا و فیگورهای غرق بلاحتشان بیشتر، زودتر و پررنگ‌تر چاپ شود. من این آدم‌های کوچک را در حقیرترین هفته زندگیشان دیدم. عبدی که حروفچین چاپخونه بود به چیدمان ترکیب‌های خدمتگزار ملت شریف بوشهر و در پیشگاه خداوند دست نمیزد، چون تو پوسته، بروشور، زندگی نامه، جاکلیدی، تحلیبان همه جای همه شانی دوتا میان. من بچه دومم براست من تو تجربه کنم دست میزنی میاد تئاتر قدیم میافنم تا اون کسی داره هر باید نشم آقایی که ریاکشن هم نشون نمیدم بیشتر یوبس و بیادب هم میکنم نمیدم چه بکنم. من بچه دومم دنیا آمده بود، حالش خوب نبود و بالای دوا دکتر خرجمان 3 ماه از دفعمان جلو بود. پس پیوسته میماندم و میشد که 2 روز همانجا میخوابیدم. گاهی از فرط خستگی میرفتم بالای چاپخونه تو اتاقه که ملا کمی پلت روحان میگذاشتم و دوباره برمیگشتم پشت ماشین هایدلبری که مدام رنگ پاتی میکرد. ملا نگهبان، کارگر و دلامنی چاپخانه بود. گاهی پستچی پاکتی می آورد از فرستنده‌ای در مزار شریف. چند بار شد که در غیابش من پاکت‌ها را تحویل گرفتم و جاش امضا زدم. کسی این پاکت‌ها از همان اولینش یک جایش خراب بود در نظرم. پاکتی که نامه توش باشد شکلش و حالتش هویداست، ولی پاکت‌های ملا پف داشت. یک وسط روزی انتخابات رفته بود دور دوم و بوشهر زیر پوستر ناپیدا بود، اما دوتا خادم فینالیست دستکشان نبودند. فیگورهای تازه آورده بودن برای چاپ. خستگی کشانده بودم، اتاق مال چیده بودم. نشسته بود پیچگوشتی و قیچی دستش
داشت پیچهای کاست موسیقی متن پاپیون را با دقت باز میکرد. بعد پاکت نامه را گشود و حدود 20 متر نوار ازش بیرون کشید. با دقت سر و ته نوار را رو قرقره چسب کرد، قرقره ها را گذاشت تو جلد کاست و جلد را با 5 پیچ ریز دوباره بست. ضبط ویدیو پیکری که داشت را جای پنکه زد تو برق و پاپیون را کرد توش. دکمه را فشار داد. زنی با خشخش بی حد و حصری با پس زمینه صدای گریه بچه‌ای شروع کرد حرف زدن. گفت زنمه، اونم گریه پسرمه، ندیدمش هنوز. بعد بلند شد رفت سمت تاقچه، پردهی کنار زد و ردیف کاست ها نمایان شد. به اسمایشان نگاه کردم. نوارها خودشان با خودشان و دست جمعیشان با مولا هیچ نسبتی نداشتند. سوسن و یساری بود، بغلش هم شاملو و دلیسوسس، والکنون و وحدیاری، فلوت مجار، باف، شوپن و کردی. شاستاکوویچ را گذاشت. صدای گریه نوزادی اتاق را گرفت. گفت اینجا چه روزگی شه آقا داریوش. زن گفت ملا. ملا خم شد و زد گفت جان. بردیا به تلفن و ارتباط زن خودش را حبس میکرد روی مگنت یک نوار. میگذاشت تو پاکت و میداد دست پست مزار و یک ماه بعد تو اتاقک بالای سرپله چاپخانه در بوشهر از حبس صبح در میامد. ملا داشت برای بار صد و چندم گوششان میداد، ولی نعشگیش مال آدمی بود که دست رو مخمل پوست دختری میکشد که 100 سال آرزو به دلش بوده. مرما میکرد و شاملو خودش هم رضا بود که کلماتش آویزان دکل برقی در محله جبری مانده باشد و باد به جنباندش و به جاش از مزار شریف تپانده باشند. شوپن بچه بابا را بلد شده بود و بتهوون دیگر آنقدر بود که همراه مادرش میخوان. زن میخوان چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تکه 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 میشم. و پسرک میگفت تکه 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 میشم. زن میگفت خنده های تو. ملا گفت جان. زن میگفت خنده های تو وقتی که یادم میآید گوش پرک میشم، حک و پک میشم، ذره 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 میشم. پسرک و ملا هم آمدن تو صداش و دم گرفتن. گوش پرک میشم، حک و پک میشم، ذره 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 میشم. به تو من نشسته بود تو تاقچه ملا داشت گوش میداد. ساکنین جدید سمفونی شماره 6 زیباترین قطعه هستی را ساخته بودند. بیکرانگی غریبی بود. رها از عالم خواب مانند ذره رقصان آسمان ها را طی می‌کردند. فریاد کاندیداها پای ماشین چاپ هوا رفته بود. هایدلبرگ رنگ قاطی کرده بود و پورتره‌هاشان دفرمه شده بود. چشمام را بستم. برف بودن. از کنار مزارع پنبه می‌گذشتم. زنی میرفت سمت پستخانه با بچه 3 ساله‌ای در بغل. عشق دوباره در مراسله بود. سرم را گذاشتم کنار بتوون. به نظرم آمد ملا و زنش رفتن دور دوم و هایدلبرگ مثل تانک از رو کاندیداها رد شد. من یک وقتی میخواستم توی سازوکار مفاهیمی چون عدالت و عشق و دموکراسی ورود کنم، دست ببرم و درزها را بگیرم، دموکراسی از هر جاش که باد میدهد را پچ بزنم. در این حد از رویه های مارتین لوترکینگ 10-12 تاش را داشتم. قشنگتر و عملیاتی تر
حالا یک بروباش موسی و هاکوپیان شده تمام خواستم از زندگی. زندگی اینقدر باگ دارد یا من دیگر باد ندارم؟ جواب هر چه که باشد از فضاحت نتیجه نمی کاهد. نسل ما دارد پا رو گل می کشد و خودش را از رو کل زمان می اندازد، بلکه قدم توی 40 سالگی نگذارد. هم نسل قبلیمان و هم بعدیمان می دانند که ما به واقع آنقدر که سزاوارش بودیم زیست درخوری نکردیم. حقمان است حداقل کشدارتر باشد برای ما. به قول وودی آلن، حالا که غذاش اینقدر بد طعم و مزخرف است، کاش پرسش بزرگتر بود، که خب بزرگتر نیست. طبیعت کارش را می کند. طبیعت اگر توصیه و تمنا پذیر بود میلیاردها سال دوام نمی آورد. شب رو پشت بوم خونم وسطای تهران نشستم و برج میلاد انگار فانوس یک بندر دور است تو نظرم. انگار بوشهرم و رو به دریا نشستم و هنوز تو سرم صدای لای گوشام دست به دست می شود که بله آقای عبدیان. دلم فکر کبوترهای نجاتوست، اما در اصل فکر تنهاییش توی یک خانه قدیمی و شکم کرده ته بازار خیاطا هستم. وقتی یاد شب خوزی و فرخ غفاری میفتم، در واقع دلم میخواد زاغو بیاد سر قلیونمو نو کنه. دلم میخواد حسین مسلیان بیاد همینجا رو پشت بوم سیل برج میلاد کند و از تاریخ مثالی در بیاورد که امیدوارم کند به زندگی. از قومی یک جای جهان حرف بزند که روزگاری مثل ما بودن ولی بالاخره حالشان یک روز خوب شد.